چند روز پیش رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرد بر اساس نتایج یک نظرسنجی در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی تنها 24% مردم تهران در رأی گیری شرکت خواهند کرد. همچنین 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبری هلند. آقای ملکی، این درصد مشارکت پایین بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران بیشتر به آنچه که از اون به عنوان تنزل جایگاه مجلس یاد میشه مربوط میشه، یا اینکه وضعیت کشور و نوع مواجهه حاکمیت با مسائل هم عامل دیگری هست برای دلسردی مردم از شرکت در انتخابات؟ به نظر میرسه که این سطح بسیار پایین تمایل به مشارکت در انتخابات ناشی از نارضایتی گسترده است. یعنی میشه این عدد 24% که در صورت گفتن که در انتخابات شرکت میکنن رو مرتبط دونست با اون 93% که گفتن ناراضی هستن. یعنی بخشی با توجه به جزئیات اون گزارش دانشگاه تهران میبینیم که حتی حدود 88% از کسانی که خودشون اصولگرا معرفی کردن در اون نظرسنجی هم گفتن که از وضعیت ناراضی هستن، که حالا اونها بیشتر نقدشون به دولت هست. اما مسئله اینجاست که نظرسنجی که در صد نشون میده 93% ناراضی هستن و بعد در نظر گرفتن اتفاقات دو سال گذشته بعد از آخرین انتخابات در خرداد 96 که انتخابات ریاست جمهوری بود، ما دی 96 رو داریم که با اون سطح گسترده اعتراضات در 100 شهر و بعد نهایتا میرسیم به آبان 98 و اون سرکوب گسترده و کشتاری که هنوز حتی آمار تعداد کشته ها رو اعلام نکردن و بعد در نظر بگیرید و واقع فاجعه سقوط سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و دروغ بزرگ و البته فشارهای اقتصادی، نارضایتی از سطح فساد، ناکارآمدی مجلس قبلی که در صد با عنوان مجلس امید مطرح بود، همه اینها نشون میده که یک سطح نارضایتی بسیار بالایی هست و اون هم فکر نمی‌کنم بحث این باشه که فرضاً حالا از مجلس یا عملکرد تعدادی از نماینده ها مردم ناراضی هستند. ما نظرسنجی‌های دیگری که در جای دیگه انجام دادیم مشاهده کردیم که نزدیک به 80% مردم خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستند و گفتن در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی نخواهند گفت. این اعداد رو می‌بینیم انعکاسش در اقبال به شرکت در انتخابات هم می‌شه. خب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که شرکت در انتخابات مجلس صرفاً وظیفه ملی و انقلابی نیست، بلکه وظیفه شرعی است. آیا حاکمیت انقدر کم امید شده از مشارکت گسترده در انتخابات که رهبر اون متوسل به شرع و دین شده برای سوق دادن برخی به رأی دادن؟ بله، نکته بسیار جالبی است. اگر کسانی که یادشون باشه دهه های قبل، شاید از مثلا دهه 60 و دهه 70 خیلی متداول بود این گفته که در صد شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است و این رو به صورت خیلی بزرگ هم معمولا روی دیوارهای شهر می نوشتن. در یک دوره‌ای که تقریبا میشه گفت یک دهه گذشته بود اینها پاک شد و حتی در سخنان آقای خامنه‌ای هم دیدیم وقتی از برای دعوت مردم به مشارکت در انتخابات شروع میکنن، حتی در مورد کسانی که از نظام ناراضی هستند، کسانی که از من خوششون نمیاد، این ادبیات رو به کار میبردن و حتی گرایش های مختلف سیاسی هم سعی نمیکنن بحث وظیفه شرعی رو مطرح کنن، غیر از اونهایی که در صد خیلی گرایشات تند اصولگرا یا مذهبی تندرو بودن. اما اینکه ایشون برگشته به این ادبیات شاید نشان دهنده این هستش که خبرهایی که ایشون دارن و خب نظرسنجی هایی که ایشون حتی در سطح کلانترش هم اطلاع دارن میدونن که بسیار سطح مشارکت پایینه و در صورت به هر تنابی باید آویخ. حالا این تناب میتونه خوش نیامدن از من که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هستم یا وظیفه شرعی باشه یا ایجاد امنیت باشه یا اگر ایران رو دوست دارید، همه این ابزارها به کار گرفته شده، ولی در صورت شواهدی که خود حکومت اعلام کرده نشون میده که سطح میزان مشکل بسیار پایینه. و این نکته رو باید تاکید بکنم که ما میبینیم که برای اولین بار هستش که تنها نظرسنجی ها فقط در سطح تهران داره انتشار پیدا میکنه، در مورد سطح ملی هیچ چیزی گفته نمیشه و از سوی دیگه ما میدونیم که نارضایتی در شهرهای کوچک، در شهرستان ها حتی بیشتر از تهران هستش، در حالی که میدونیم در تهران در یک پایگاه مشخصی اصولگرایان دارن و این خودش نکته مهمی هستش که باید دیدش که نهایتاً چه اعدادی و چه آماری رو میخواد جمهوری اسلامی اعلام بکنه برای نتیجه نهایی انتخابات.